مطمئنی نافاق جون؟ این عهدیه که با خودم و خدا بستم که اگه سامان سالم بشه رضایت بدم جوون اون خانواده هم با قلب حاجی دوباره به زندگی برگرده. آها آفاق جون. نه خسرو هیچی نگو، میترسم پای دلم بلرز و دووم نیارم. ببینید مادر، اگه شما تصمیمتون رو گرفتیم حرفی ندارم، ولی آخه سامان ببین دیشب به اونا زنگ زدم، تلفن خیلی زنگ خورد ولی جواب ندادن. دلم میخواد خودم این خبر رو به مادرش بدم. آفاق جون نمیخواین یه خورده صبر کنی؟ ببینین سامان هنوز ببین دلم میخواد برم بیمارستانی که اون جوون بستریه، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد یه قولی ازش بگیرم. ببینین آفاق جون، مادر من، اگه شما تصمیمتو گرفتی طبیعتا منم حرفی ندارم، اما اگر به خاطر خوب شدن سامان نس کردی، واقعیت اینه که سامان هنوز خوب نشده. تو که گفتی به هوش اومده. بله دیشب به هوش اومده، ولی هیچ کس رو نمیشنسه. خدا منو بکش. خدا نکنه. اونا میگن ممکنه مغزش آسیب دیده باشه. سلام بهرام، حالت چطوره؟ من تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاد. به موبایل سامان زنگ زدم خاموش بود. تا اینکه زنگ زدم منزلتون، دختر خانمتون گفت که حالش چطوره، بهتر شده؟ خوب نیست. الانم که به هوش اومده حالش خوب نیست. دکتر چی شد؟ خوشبختانه نتایج اسکن رضایت بخشه. حافظش چطور های دکتر؟ حافظش برگشته؟ والا هنوز چیزی نگفته که ما مطمئن بشیم از وقایع گذشته چیزی به یاد آورده، ولی خب همین که مطمئن شدیم ضایعه مغزی ندیده خودش نشونه خوبیه که انشالله حافظش هم برمیگرده. میتونیم ببینیمش؟ الان نه، بهش آرام بخش دادم، بهتره که تحت نظر کامل باشه، بعدا میتونید. فقط اینو یادتون باشه اگه میخواین بهش کمک بکنین، مطلقاً تحت هیچ شرایطی اونو تو فشار و استرس روانی قرار ندیم. این مرتیکه که اون شب رفت خونه شو، اسم آدرسشو داری؟ آرشه. میدونی کجاست آدرسش؟ آدرس این آشغاله بده سن بدم پوستشو بکنم. یه خورده آروم باش. آدرسشو ندارم. به تلفن خونه‌ش هم زنگ زدم جواب نداد. یه دونه محل کارشه، کافی شاپ. یه کافی شاپ محل کارشه، همین دوره برام. همون کافی شاپو. همون رو من میدونم با این چیکار کنم. من دکتر. بفرمایید. ببخشید آقای دکتر. همونجوری که شما گفتین ممکنه فراموشیش به خاطر این باشه که نخواد یه چیزای تلخی رو به یادش بیاره. درسته. البته کاملا ناخودآگاه. منظورم اینه که یعنی بعد از که خوب شد، یعنی حافظش رو به دست آورد،
ممکنه یه چیزایی که براش ناراحت کننده است و اونا رو دوست نداره اصلا به یاد نیاره. ببخشید من متوجه نمیشم شما برای چی اینو میپرسید؟ آلای دکتر از شما چه پنون، ما چند وقت پیش قبل از اینکه این بلا رو سر خودش بیاره یعنی حافظش رو از دست بده ما با هم یه دعوا مرافع حسابی کردیم، منم محکم زدم زیر گوشش. حالا میگم که یعنی ممکنه عدو شود سبب خیر بعد از این قضیه اینا رو به یاد نیاره. خب منم پدرم میدونی. والا چه عرض کنم، این چیزیه که شما میگید از نظر من بعیده. ببخشید. آجو حالا تصمیم داری چی کار کنی؟ نمیدونم مادر، واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم. سامان جان، سامان، مامان، چیزی نمیخوای قربونت برم؟ سامان، ای خدا، سامان، بابا به من نگاه کن. تو رو خدا یه کار کن، حرفایی که بهت زدم یادت بیاد. تو خیلی میتونی به من کمک کنی سامان. فایده ای نداره حاجی، اون دیگه صدا تو نمیشنوه. خب باید بشنوه، باید یادش بیاد. اون برگشته به جهان زنده ها، تو که نمیتونی با زنده ها ارتباط برقرار کنی. خب باید بتونم، من باید با زنده ها ارتباط برقرار کنم، وگرنه مرده ها که مثل خود من دستشون از دنیا کوتاهه. که ببینم میتونی یه کاری بکنی که من یه چند دقیقه بتونم با یکیشون صحبت بکنم؟ نمیشه حاجی، راهی رو سراغ ندارم. یعنی این همه احضار ارواح دروغه؟ بابا من خودم هزارون نفر رو میشناسم که روح مرده هاشون رو احضار کردن، باشون حرف زدن، ازشون راهنمایی گرفتن. دروغ حاجی، همش کلاشیه. اونا با کلی شعبده بازی و تلقین فکر کردن که روح مردهشون جلوشون ظاهر شده. پس من باید چه خاکی تو سرم بریزم؟ این که نمیتونه حرف بزنه، منم که داره مهلتم تموم میشه. بابا من فقط میخوام جای مدارک رو به اینا نشون بدم، همین. وگرنه سرمست زندگی منو نابود میکنه، همه رو سرکیسه میکنه. البته ارتباط ارواح با زنده ها هم با اراده خداوند محال نیست. خیلی خب میشه، اما اگر اتفاقم بیفته انقدر نادر و سخته که تابع شرایط ویژه‌ای که اتاق تاریک و فال و فنجون و اینجور چیزای موسیقی اصلا شامل اون شرایط نمیشه. باز ما یه چیزی ازت خواستیم، 100 تا شرط میشه پای ما گذاشتی. خب بفرمایید ببینیم شرطش چیه. تا اونجایی که علم من بهم میگه خلوص نیت، ایمان به خدا و طیب و طاهر بودن هر دو طرف شرط اوله، که اگر این شرایط محقق بشه و اراده خداوند هم بر این قرار بگیره این ارتباط میتونه کامل بشه. یعنی نمیخوای بشه؟ چون با این صحبتی که شما فرمودید ما تو بند اول و تبصره اولش موندیم، چه برسه به بقیه‌اش؟ فتا تو مگه نمیدونی ناامید شدن از رحمت خداوند گناه کبیر است؟ چرا؟ یعنی ممکنه که خداوند عجیب و دعوت دائع زادعان. من اینو قبلنم بهت گفته بودم، شرط استجابت دعا کردن با خلوص نیت و ایمان کامله. تو هم با اخلاص دعا کن که شامل رحمت الهی بشی، شاید این فرصت بهت داده بشه و بتونی با یکی از نزدیکات ارتباط برقرار کنی. البته با اون کسی که میخوای ارتباط برقرار کنی
باید رابطه روحی خیلی نزدیکی داشته باشی. شریف زایی شده بهش برگرد، ولی همه یه درا برون بسته شده. اگه این فرصت رو از دست بدم تمام حقوق این زن پامال میشه. خدا خودت دری از رحمتت رو برای من باز کن. رب اغفر ارحم و انت خیر الراحمین. خدای من بیامرز و رحمت کن که تو بزرگترین رحمت کنندگانی. فردا میدونم اینجایی، میدونم همینجایی. آفاق تو منو میبینی؟ میبینمت جون من. راست میگی؟ منو میبینی؟ هر طرف نگاه میکنم میبینمت، ولی میترسم به بچه ها بگم خیال کنن دیوونه شدم، اونا باور نمیکنن. فتا من یه عهدی با خودم بستم، امیدوارم تو هم راضی باشی. چجوری بگو که راضی هستی؟ به مرگ خودم، به جون خودت راضیم. یه دقیقه برفم گوش بده. من یه چیزی رو قایم کردم که میخوام برسه به دست صادق. آره درست همینجاست، زیر سجادت. میفهمی؟ باید فرش رو کنار بزنی. آفا این منو نمیدید؟ با اون حرف نمیزد؟ صادق، باید بریم سراغ صادق. سامان، مامان جان، سامان. سامان، نماز خونه، صادق. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ ما چرا اینجا ایم؟ مامان رو شناختی؟ قربونت برم. منظورت چی؟ من چه میشده مامان؟ بچه دستم شکسته. هل نکن مادر، چیزی نیست، پاد سر خورد از پله ها افتادی، الانم تو بیمارستانی.
آقا جون کو؟ کجا رفت؟ میگم دیدمش. کجا رفت؟ لابد خواب دیدی مادر. نه خواب نبود، خودشو دیدم. آروم باش مادر. چرا حرفم باور نمی کنی؟ میگم دیدمش. حافظت از دست داده بودی. یه چیزو میخواست بهم بگه. یه چیزو میخواست بهم بگه. نباید به خودت فشار بیاری. اسم دایی صادق و یا امام رضا. اسم دایی دایی صادق و خانم پرستار. خانم پرستار. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صادق مزاحم نماز خوندنش نشو حاجی، داره واسه درگذشتگان نماز میخونه. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صادق تو منو میبینی؟ تو رو خدا چشتو وا کن. منم فتاح. روحت شاد حاجی، روحت شاد. صادق جان تو رو خدا، تو رو به اون نون و نمکی که با هم خوردیم. قبول باشه. مشالله امشب چقدر نماز خوندن طول کشید. میگم بیای لقمه نون بخور، الان از اونو میخونن. و صادق امواتم چشم امید به مادرم. تو شروع میکردی. صادق جان چشم امید منم به توه. تو رو خدا نگاه کن. منو ندید. تو نمیتونی کاری بکنی؟ تا خواست و اراده الهی چی باشه. ایداد ایداد. خدایا بار الله به جلال و جبروتت قسم این فرصت رو از من نگیر. خدایا به انبیا و اولیات قسم من از درگاه خودت ناامید نکن. ای خدا اگه تو به من پناه ندی من به کی رو بیارم؟ Oh,
حتی تو. با مرا آج فتا. آره فتا هم. میدونم چی میخوای بگی. میخوای بگی من مردم ها؟ صحبت بکنم. ببین من قرار بود در مورد موضوعی که با حرف بزنم میخوام بهت بگم. صادق، صادق به حرفم گوش بده. تو فقط میتونی به من کمک کنی. من باید یه چیزی رو به تو بگم حاجی. به حرفم گوش بده. بیا کنار حاجی. حرف بزنم. بیا کنار، فایده ای نداره. چی رو فایده نداره؟ اون منو دید، با من حرف زد. نمیبینی به چه روزی افتادم؟ یا جد سادات، صادق. نمیبینی به چه روزی افتادم؟ الان بهتر موقعیتی که من بهش بگم این حرفا رو. طاقتش رو نداره، نمیتونه. یه نگاه بهش بنداز. بیا نفس بکش، نفس بکش. یا جد سادات به دادم برس. نفس بکش. آروم آروم نفس بکش. یا اول فرد. الو. بله میدونم. باشه باشه، چشم. من الان خودمو میرسونم، همین الان راه میافتم. شما نگران نباشی، سری میام. خداحافظ. کی بود؟ بازم از بیمارستان؟ ها؟ نه، خانم صادق بود. همون رفیقت؟ آره، مثل این که حالش بد شده. بهتره برم یه سری بهش بزنم. الان؟ مگه چی شده؟ نمیدونم. این طفلک منقدر ترسیده بود اصلا نمیدونست چی داره میگه. شما چرا از اتاقتون اومدین بیرون؟ صدای تلفن شنیدم. کجا داری میری صبح سحری؟ بالا سر مریض. شما نگران نباشین. حالش چطور آقای دکتر؟ بهتره. الان نبضش هم نرماله. اصلا چی شد که اینجوری شد؟ نمیدونم، میخواست نماز صبحشو بخونه. حالش هم خوب بود. یهو فکر کرد حاج فتا خدا بیامرز اومده جلو چشمش. شروع کرد صدا کردنش. تقصیر من بود نه؟ بعد نفسش گرفت و حالش هم بد شد. راستش منم نمیدونستم یه همچین اتفاقی میفته. یه حالا این وقت طوریش نشه. نه خدا رو شکر چشمشو باز کرد. ببین چی به روز خودت آوردی مرد مومن. فتا آروم باش. فتا نباید تکون بخوری. زهرا من دیدمش، دیدمش. خیلی خوب، قبول. باور کن راست میگم، اون میخواست. ساده جان سهراب، اگه به فکر خودت نیستی به فکر این خانومت باش. ببخشید فکر کنم خسرو خانه. میگم کسی حرفشو باور نمیکنه نه؟ کاش میتونستم یه کلمه بیشتر بهش بگم. اگه کنارش بشینم و سعی بکنم ممکنه دوباره منو ببینه؟ اگه هم ببینه ممکنه این دفعه بلایی سرش بیاد. اصلا دلم نمیخواد به خاطر من صدمه ای ببینه. فقط کنارش میمونم. خدا ببخشید نصف شبی زاهرا شدیم. خواهش میکنم، اختیار داری. ولی آخه من متوجه نمیشم این چه حرفیه میزنین؟ ناگهانی یهو چطور ممکنه همچین چیزی؟ والا خودمونم گیج شدیم، نمیدونم اصلا پاک شد. حالا حالش چطوره؟ با
دکتر نیکزاد بالا سرشه. ببخشید. شما هم بفرمایید. بفرمایید. سلام دکتر. سلام. سلام دکتر. سلام. حال دایین چطوره؟ خوبه الحمدلله. فقط می‌خواسته اذان سحر شما رو بکشونه اینجا که موفق شده. نه واقعا حالش چطوره الان؟ تشنج ناشی از هیجان زیاد که البته به خیر گذشت. یعنی نیازی نیست ببریمش بیمارستان؟ والا توصیه شخصی من این بود که دو سه روز تو بیمارستان تحت نظر باشه، ولی با شناختی که من از این آدم دارم میدونم از محیط بیمارستان خوشش نمیاد، پس بهتره همینجا تو خونه تحت نظر باشه، البته بدون هیجان و استرس. خب من با اجازتون برم، البته بهش سر میزنم. ممنونم، خیلی لطف کردید. خواهش میکنم. با اجازتون. زحمت کشیدی. اما وظیفه‌ام بود. بفرمایید شما. شما بفرمایید. اجازه بدید من همراهیتون کنم. دکتر مگه شما نگفتین جواب آزمایش‌ها نشون میده که مغزش سالمه؟ چرا؟ همین که شماره شناخته خودش نشونه خیلی خوبیه. خب چرا اینجوری حرف میزن؟ ممکنه تحت تاثیر توهمات قرار گرفته باشه. بفرمایید. اینم حرف آقای دکتر. من که هرچی میگم شما میگی نه. بابا اسم این قرصای بی‌صاحب روشه، قرصای توهمزا. من اینجا پرستار عوضی گرفته بود پس آقای روز. بله درسته. البته ممکنه تاثیر داروهای مسکنی که بهش تزریق شده هم باشه. به هر حال سعی کنید تحت فشار عصبی قرار نگیره و تشخیص نهایی هم با پزشک معالجشه. خیلی ممنون دکتر. خیلی راحت شو. من برم دیگه، ستاره بچم تنهاست، میرم خونه. بمیرم الهی، دو روز بچم رو ندیدم. نمیخواد بمیری الهی، نگران نباش. نگران این پسره باش، حالش زودتر خوب بشه. پول میخواستی یا کاری داشتی من زنگ بزنم. حرفم رو باور نکردی؟ بهت حق میدم، گله ای ندارم. اما من گله میکنم. تو حق نداری اینقدر بی‌انصاف باشی. تو اگه بگی شبه به خودم شک میکنم، اما به تو نه. اما نگاهت یه چیز دیگه میگه. ترس صادق. نمیدونم چرا و چطوری حاجی رو دیدی، اما خودم میدونم تو اون لحظه تو رو چجوری دیدم. صادق میترسم، بدجوری میترسم. اسمشو شک نذار، اگه خدای نکرده یه نترس. بهت قول میدم بدون خداحافظی نرم. بهم قول بده بدون من نری. این تنها قولیه که نمیتونم بهت بدم. اگه دست منه، دست این تنه که چقدر همراهی کنه، و اراده خداوند که چقدر مهلت بده. حتی دیدی پیش از افطار پیش ما بود و بعد از افطار پیش ما. باش راضیه. تو به هم قول دادی که تحت هر شرایطی مثل اسمت باشی. پس نگو چیزی که بیشتر از این دلمو پاره پاره کنی. باشه خانم، من دیگه چیزی نمیگم. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست. باشه خانم، باشه برو یه آبی به سر و صورتت بزن، یه زنگم بزن ببین سامان حالش چطوره. از منم خیالت راحت بشه. حالا حالا ها رفتنی نیستم.
از یه طرف خوشحالم از این که شرمنده این زن نشدم و خوشبختیشون ازشون نگرفتم. از یه طرف هم ناراحتم از این که نتونستم اون چیزی که باید به صادق بگم. ناشکری نکن حاجی. هیچ امر پروردگار بی حکمت نیست. شاید هم دلیلش این بوده که اگه ارتباط تو و صادق بیشتر طول میکشید اون دووم نمی آورد و خدا به خاطر همین زن زندگی دوباره رو به شوهرش داده باشه. نه من ناشکری نمی کنم. خیلی هم خوشحالم از این که صادق سرحال و قبراقه. ناراحتم از این که سرمست جای مدارک رو می دونه و سامان هیچی یادش نمیاد. حاجی خدا اگر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. اون دیشب حافظش رو به دست آورده. راست میگی؟ یعنی الان یادش اومده که من بهش چی گفتم؟ هنوز نه، ولی یادشه که تو رو دیده و یه چیزایی بهش گفتی. خدا رو شکر. قفلایی که بسست یکنی مونده تو مشتم به جنون رسید کارم از که فرصت ها رو کشتم. بازی نور و صدا نیست زندگی یه سر نوشته یکی پیدا یکی پنهون مثل آدم و فرشته. اسیر انتخابیم خودمون خواستیم و این شد. فاصله فقط یه لحظه است، فاصله فقط یه نور. گاهی از رنگ به تو نزدیک، گاهی از تو خیلی دوره. عزیز آنم میل مهربونی دارم، رد پاش رد فرش هست، ما رو تنها نمیذاره، ما رو تنها